امروز گلاب چیکن برتون آماده میکنم، یک غذای هندی است و شما هم کوشش کنید که غذای خوشمزه را من آماده کنین. دو عدد اضافه میکنیم، نیاز بود دیگرایش رو اضافه میکنیم، نبود دیگه مشکل نداره. و بسیار نرم است، وقتی که دوباره میوار داریم یک کمک به احتیاط باید برداشته شود. بسیار خوشبوی خوب داره، فعلا که سیر اضافه کرده بودیم به قسمتاش که سیر خوب بریان شده. هم میخوام یک گوشت هم برطرف میکنه و طعم غذا را بسیار خوشمزه و خوش رنگ میسازه. سلام، عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان. خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه پختاپز است و من شیر احمد در خدمت شما هستم. امیدوار هستم تا پایان برنامه با ما باشین. و امروز گلاب چیکن برتون آماده میکنم، یک غذای هندی است و شما هم کوشش کنید که غذای خوشمزه را من آماده کنین. بسیار ساده آسان آماده میشه و یک چکنی خوشمزه را همراهش همچنان آماده میکنیم. کسایی که همیشه وقت از کچپ زیادتر استفاده کردیم، اما امروز میخواییم که براتون از ماست یک چکنی خوشمزه آمده کنیم. مواد لازمه میبینیم: گوشت ماشین شده مرغ 500 گرم، ماست 500 گرم، گشنیز به مقدار لازم، مرچ دلمه، سیر، مرچک به مقدار لازم، آب گلاب 3 قاشق، آرد ترمیده 3 قاشق، تخم مرغ 3 عدد، مساله و نمک به مقدار لازم. مواد لازمه را با هم یک جا دیدیم و آستا آستا در ابتدا گوشت را باید آماده کنیم. چکنیش بسیار زود آماده میشه. در این کاسه که شما ماست هم دیدین، امرای ازی یک کمک مرچ سرخ و در پالیش گشنیز تازه و مرچ تازه را مریزه میکنیم. یک چکنی بسیار خوشمزه و خوشتم جور میشه، ضرورت برای میکسر یا نیست و این چکنی را حتما شما جور کنین. کسایی که از گشنیز خوش نمی و میتونن یک مقدار نعنا بگیرن، نعنا بسیار خوب طعم میده. البته نعنا باز چکنی نعنا که است همراه چپلی کباب بسیار زیاد طعم خوب داره و همیشه وقت جور میکنه. دوستای ما همراه این غذا هندی که ما برتون آماده میکنم، همین چکنی ماست بسیار خوب است و این دستکش ها میدیم از دیگه یک ذره بسختی پوشیده میشه، خوب است. دستکش یک ذره خلطه باشه آشپزی باز کمک مشکل جور میکنه. یعنی دیدی دوستای عزیز، من خوشخی نمیکردم، راز گفتم یک دانه دیگه میگیریم. میدیم به خاطر ازی خوب است که خوب فت معده است و کار تا آزاد کرده میتونی. این پیره من کوشش میکنم که از پیش کنده نشه و آل دست خدا میشیم. به خاطر ازی همیشه وقت ما براتون در ابتدا میگم که چکنیش چه قسم جور میکنیم براتون آماده میکنم تا شما هم بفهمین که ماز به ترکیب غذا نیست، صرف چکنی ماز جور میکنیم. و چی خوب است که مساله و نمک نزدیک بیاریم. یک کمک مرچ سرخ نیاز داریم، در مواد لازمش نبود، امرای چکنی اضافه میشه. نمک اضافه میکنیم به مقدار لازم و مساله یک قاشق پر اضافه میشه. دوستو 4 مساله است. من زیادتر مساله استفاده نمی کنم که مرچ سیاه شده، زیره شده، دالچین شده، به خاطر از اینکه هر مساله رو ما شما در خانه که داریم و میشه وقت از یک مساله استفاده کنیم، غذا خوش طعم میه، خوشمزه هم آماده میشه. آب گلاب 2 قاشق سوپوری اضافه میکنیم و نامش هم از این آب گلاب گرفته شده. آردم تقریبا نیم گلاس آرد است اضافه میشه و تخم مرغ 2 عدد اضافه میکنیم، نیاز بود دیگرایش رو اضافه میکنیم، نبود دیگه مشکل نداره. یک چیز دیگه باقی مانده که سیره باید اول ریزه کنیم، بعد از او امراضی مواد باز خوب مخلوطش میکنیم. یک قسمت میاریم، مرچ دلمه و مرچ تون، گشنیز، ماست از یک چکنی بسیار خوشمزه و خوشتم جور میشه. خوب فشارش میتیم سیره. شما بدیدین که هم مواد را اضافه کردیم و سیره. یکم وقت دوستان میگیم که یک گوزه سیر در غذا استفاده میکنیم، بسیار ها باز فکر میکنن 3-4 دندانه سیر استفاده میشه، اما غذا را دیده باید شما سیر استفاده کنید. این غذا اگر سیر کمتر استفاده کردین کاملا نم غذایتان خوش طعم و خوشمزه نمیه و در کرایی یک مقدار روغن هم زیادتر استفاده شده. قسمت سیر که کمک داغ داره میتونین امروی کارت دروش کنید، یک قسمت دیگه شه استفاده کردن میتونین. و چند روز پیش بر شما گفتم که چکنی خود سیر اگر استفاده کنین آماده کنین، کسایی که فشار بالا داره بسیار برشان خوب است و همیشه وقت
کوشش نکنید شما دوا بخورید. در حالی ازی میتونین یک کمک عصیر استفاده کنین به خاطر فشار بالا. و عصیر در ابتدا باریک باریک ریزه میکنیم، دوباره خوب ریزه شود. هر قدر که ریزه شود خوب است. بسیاری دوستانم اگر خواستن میتونن یک مقدار بگیرن تراشک شام کنن، مشکل نداره. ولی یک بار کش میکنیم. و تخم مرغ بار احتیاط اینجا میمانیم. وقتی خمیر از این آماده میکنیم با کدام اندازه باید سخت باشه. اگر سخت بود دوباره یک عدد تخم دیگر رو اضافه میکنیم، نبود نیاز دیگر نداره. خب ریزش میکنیم، باریک باریک ریزه شوه. در ابتدا باریک باریک ریزش میکنیم، دوباره همراه کار چندین باری رو ریزه میکنیم. و در زمستان سیر طبیعت گرم داره، یک مقدار اگر زیادتر در غذا استفاده کنیم بهتر و خوبتر است. این قسمت هایش هم میگیریم و آل دوباره ریزش میکنیم. اقلا برای 3-4 دقیقه سیر خوب با کارت بزنید که یکسان ریزه شوه همگیش و در غذا کاملا ریزه ریزه که ریزه شوه و سر شوه باز بسیار یک طعم خوب هم داشته باشه. و همچنان دوستای ما که بر ما پیام مانده بودن گفته بودن بر ما یک غذا هندی آماده که اینه بخیر، غذا هندی رو برتون آماده کردیم و غذای محلی رو کوشش میکنیم هفته یک روز درست برتون جور کنیم. تا شما عزیزان که بیننده برنامه خودتان هستین و پیام میمانین، غذای خارجی و داخلی تقاضا میکنه دوستا برنامه رو ببینن. ما بسیار ساده و به شکل آسانش تشریح میتونم غذا را که تا شما هم بتونین به مو ترتیبی رو آماده کرده بتونین. و ایندیا اگر این را آماده میکنن یقین کنید شما تقریبا 6 7 تا مرچه تا دیر مقدار گوشت تازه را ریزه میکنن و یک قاشق مرچ سیاه مندازن و مرچ سرخ از مرچای کتا کتا تو که هست از اون مندازه قدری تند میکنن که یک گواسانی بسیار خوب است، اما وازیاتر تندش میکنن. خوب است که قدر غذا را شما تند نکنید. این سیرم آماده شد، خوب ریزه ریزه شد، اضافهش میکنیم همراه مواد قبلی. سیر که از دیگه طعم گوشت مرغ سیر میکشه. اگر از سیر استفاده نکردین اما خامبیه که گوشت مرغ دور نمیشه وقتی که باز نوشجان میکنین یک مقدار خامبیه می داشته باشه. و خامبیه که داشت میمانتان یا در خانه کسی باشه اصلا دیگه نوشجان نمیکنه، می خامبیه داره. هیچ تو یه خامبیه که زیر دور نکردین و چرا قسم پخته شده یکم تا باز دلیل زیاد میگنه در خانه. ولی خوب است که خوب میکس کنیم، مخلوطش میکنیم. تخم مرغ، آرد و آب گلاب همراهش مساله اضافه شده. این میره خبیر آستاز تا مخلوط کرده میریم. تقریبا 4-5 دقیقه باید این مخلوط کنیم تا خوب منظم آماده شوه. و فکر میکنم دیگه تخم نیاز نیست، بینیم این اندازه کفایت میکنه. آردش هم نیم گلاس گرفتیم، اگر به قاشق پرپر منداختین 8 قاشق پرپر پرتین کفایت میکنه. و چند دقیقه تقریبا این را 4-5 دقیقه خوب مخلوط میکنیم تا که ما مخلوط میکنم آماده میشه وقت کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدید. و ظرفای اضافه را جمع میکنیم، صرف چکنیش مانده ایرام آستاستا آماده میکنیم. یک ذره نمک یا نیاز است که در اخیر باز امرای چکنیش اضافه میشه. عرات روشن کردم و روغن هم به مقدار لازم اضافه شده. و دوستای عزیز چه خوب است که گلاب چکن را دیگه آستاستا آماده کنیم. و همیشه وقت شما متوجه باشین دستان چرب کنین که تا ایره خوب به این اندازه آماده کرده برین. ببینین بسیار منظم آماده میشه. در این ظرف اضافیش میکنیم، این دست چرب نکنیم، گوشت زیادتر میچسبه. و بین می اندازه گوشت باید سخت باشه، از اینکه نرمتر هم نباشه. تقریبا بسیار زیاد میشه 500 گرام گوشت اگر شما ماشین کنین و برای 10 نفر یه آسانه خوشمزه شما میتونین آماده کنین. چند عدد که آماده میکنیم به ادامهش باز روغن خوب داغ میشه، دوباره ای را در روغن اضافه میکنیم و سرخ میشه. به این ترتیب این شکمک کلانتر است، میخواییم کمش کنیم پلش به یک اندازه باشه. و این بسیار نرم است، وقتی که دوباره میوارداریم یک کمک به احتیاط باید برداشته شوه تا خوب پخته شوه. 4 طرفش منظم پخته میشه.
و یک مقدار کرایی کلان است و روغن هم زیادتر انداختیم تا زودتر سرخ شوه، آماده شوه. یک سیاده دیگه جور میکنیم و چکنی رو هم در اخیر که نیاز داریم در اخیر آمادهش میکنیم و دست هر بار باید دست چرب کنیم تا بتونیم راحت‌تر آماده کنیم. یک دانش اضافه میکنیم، میبینیم روغن داغ است. خب روغن قدر داغ نشده، برای یک چند دقیقه دیگه یک چند تا دیگه هم جور میکنیم، بعد از او باز اضافهش میکنیم. روغن همیشه وقت فرق میکنه، غذایی که ضرورت است روغن باید زیاد داغ کنیم، روغن که مثلا غذایی داریم که باید روغن زیاد داغ نشه، مثل این گلاب چکن است، ما گلاب جامن متایی یا را که آماده میکنیم در روغن کم گلاب جامن آماده میشه، اما این گلاب چکن بسیار نامشون کم تفاوت داره و آستاستا بخیر دیگه آمادهش میکنیم و آلچ خوب است اضافهش کنیم همگیشه و این ترتیب اضافه میکنیم. دوستا بسیار منظم یک بار دیگه که میوردان اینام یک کمک چهار طرفشه جور میکنن که خدا نرم میکنه زودتر. و یک دونه رو که اضافه کردیم گوشت مرغ زودتر سرخ میشه، اما داخلش بانیم خوب پخته شوه، آماده شوه، بعد از او باز از روغنی رو بیرون میکنیم. دفتن از روغن بیرون نکنید دوستا، یعنی گوشت دیدن که یک کمک خود رنگ خود تغییر داد فکر میکنید که پخته شده، قطر زود پخته نمیشه، اقلا ده دقیقه وقت در بر میگیره تا این خوب پخته شوه آماده شوه. اینو به خیلی یار اضافه کردیم و یک عددش قسم شما میبینین، در ابتدا اضافه کرده بودم، اینه شروع میکنیم. آستاستا روغن هم زیاد داغ بود زودتر رنگ گرفت و آل دیگه روغن سرد شد به خاطر از اینکه گوشت زیاد اضافه کردیم در دیگ، در کرایی آستا آستا منظم سرخ میشه. برنامه خوش آمد دوستای عزیز و کاملا غذا آماده شده، اراتش خاموش میکنیم، در جریان وقفه یک مقدارش پخته کردیم و یک مقدار زیادتری را سرخ میکنیم که داخل گوشت هم خوب پخته شود، آماده شود، کلش یکسان باید پخته شود و ارات در ابتدا اگر زیاد بود دوباره کم بانین تا آستا آستا خوب هم تا آب گوشت خود خوش کنه، دم بگیره داخل خود گوشت که استک اضافهش میکنیم و کاملا همگیش آماده شد. چه خوب است که یک کم ذره مرچ مسالا هم بالاش اضافه کنیم. نمک خو دیدم یک دانیشه، بسیار نمکش برابر است، نیاز نیست زیادتر نمک پرتیم، صرف یک کم ذره مسالا اضافه میکنیم. بینی اندازه نمک و آل چکنیشه آماده میکنیم. قسمی که بر شما در شروع گفتم مرچ خشک سرخ تقریبا نیم قاشق چای خوری اضافه شده همراه ماست و این خوب مخلوط میکنیم. هر قدر مخلوط شده خوب است خوبتر هم تو آماده میشه و طعم خوب میکشه. مرچ تقریبا نقدر زیاد هم نپرتیم که زیادتر تند هم نشه، نمک به مقدار لازم اضافه میکنیم، به این اندازه نمک اضافه میکنیم، دوباره مخلوطش میکنیم. و آله چه خوب است که مرچ دلمه را میگیریم، مرچ دلمه را میگیریم، مرچ تازه و قسمت های تخمکش را دور میکنیم. مرچ تازه را کوشش کنیم من کمتر بندازم، 3 عدد گرفتیم اما با مقدار لازم در اتودان بر شما گفتم. همیشه وقت مرچش هم در چکنی قدر زیادتر تون نباشه و داخل خود غذا مرچ استفاده نکردیم به خاطر از اینکه غذا زیادتر تون نباشه، در خانه خورده هستن باز مرچ خورده نمیتونن، به خاطر خوب است که چکنیش تون آماده کنیم اما خود غذا به این ترتیب باشه بسیار خوب منظم آماده میشه. مرچ تازه را ریزه ریزه میکنیم، به این اندازه ریزه شوه، دوباره یک مقدار ریزش میکنیم و آل نوبت مرچ دلمه است. خوب باریک باریک ریزش میکنیم، هر قدر باریکتر ریزه شوه خوبتر است. امرای چکنی باز کیره میکس میکنیم خوب دیده شوه،
باریک ریزش میکنیم. قسمتاش که دبلتر ریزه شده دوباره میتونیم ریزش کنیم دوستا. و فواید مرچ دلمه بسیار زیاد است. همیشه وقت از مرچ دلمه در غذایتان استفاده کنید، در پاره غذا، در سالاد و حتی دوستای ما کوشش کنند قورمه که مرچ دلمه را آماده کنند. مرچ دلمه سبز خیلی قیمت نیست، ارزان است. کیلوی 100 روپیه و 80 روپیه است. یک کیلوش تقریبا برای 6 نفر یک قورمه که بسیار منظم و خوشتم آماده میشه. همراه کچالو میتونید بپختین، همراه مطر و در فالیش مثلا دوستا اگر گوشت مرغ خورمش آماده میکردن میتونن استفاده کنن از مرچ دلمه. جلوگیری از سرطان های روده میکنه، برای معده بسیار خوب است. کسایی که زیادتر مصرف داره به این مریضا به این مریضی مبتلا نمیشن زیادتر. و آلچ خوب است که اضافهش کنیم مرچ تازه و مرچ دلمه را. مرچ تند بسیار یک دونه گرفتم و مرچ دلمه شیرین است، بسیار یک طعم خوب داره، غذایتان خوشمزه و خوش رنگ میسازه. گشنیز رو میگیریم و گشنیز رو خوب ریزه میکنیم. من همیشه وقت قسمی که شما میفهمین در هر برنامه غذای تندو که آماده میکنم یک مقدار از گشنیز استفاده میکنم. گشنیز چیزی است که غذا را بسیار خوشتم و خوشمزه میسازه. کسایی که قورمه آماده میکنن، مثلا قورمه گوشت آماده کردن، خوب پخته شد، آماده شد، دیدن بعد از یک کمکی میگیرن نیزه کنن بالای از پرتن سرپوش بارن بدون از اینکه دوباره باز گرم یا نکنه خود به گشنیز بسیار خوشبوی خوب میتغذارن. و امروز در چکری من استفادهش میکنم. گشنیز و مرخدر که ریزه شوه بهتر است. خوب ریزه ریزش میکنیم به این ترتیب ریزه کرده میریم، دوباره ریزش میکنیم و آستا آستا همگیش آماده میشه. و خالص از گشنیز هم شما میتونید یک چکنی خوشمزه را آماده کنید. تقریبا یک دسته کلان را بگیرین، همراهش با دو سیر دندان سیر، یک کمک سرکه، مرچ تازه، نمک اضافه کنید. بسیار یک چکنی خوشمزه خوشتم آماده میشه. بسیاری دوستا فکر میکنن از گشنیز هم در کم غذا ما میتونیم در استفاده کنید، اما بسیار موادی است که از گشنیز استفاده میشه. و چه خوب است که گشنیز تازه رو اضافه کنیم. گشنیز تازه رو اضافه کردیم و آلچه خوب است که سر میز هم آستا آستا جمع کنیم. بخیر یک مقدار گشنیز که ریخ بگیر هم جمع میکنیم دوستا. و چکنیگکش هم آماده شد. همیشه وقت گشنیز که توته میکنین زیادتر پاش پاش میشه، نازک است. و پالک، گشنیز تازه، جعفری، در این وقت های جعفری کم شده. یعنی من بسیار زیاد علاقه‌مند جعفری هستم که در چکنی و در غذا استفاده شود. و آلی را خوب مخلوط میکنیم، مرچ تازه، مرچ دلمه، گشنیز و مرچ خشک سرخش استفاده شده. سرخش بسیار یک رنگش مقبول میسازه، به او خاطر استفاده کنید. و از مرچ سیاه هیچ وقت در چکنی استفاده نکنید. در پالش یک کمک از نمک هم اگه استفاده کردین خوب از ببینین. ماست اگر کمک ترش بود ضرور نیست که از نمک استفاده کنین. بال اضافهش میکنیم در یک ظرف، یک کاسه که پر میکنیم و در وسط قوری میمانیم. یک قوری کلان گرفتیم به خاطر که یک فامیلی تزیین میکنیم، کل شده یک قوری کلان. و یک کمی دیگه هم چکنی اضافه میشه به این میاندازه که فرق میکنه. و چه خوب است که ایرم یک قسمت وسط بانیم و چهار طرفش غذایی که سرخ شده ایره اضافه میکنیم. و مساله را در اخیر یکمه که در پالیش اضافه میکنین به خاطر طعمش بسیار خوب است، خوشمزه میسازشه. و شما همیشه وقت بیننده برنامه خودتان باشیم، ما کوشش میکنیم برتان غذای خوشتم و خوشمزه آماده کنیم. و امروز هم برتان یک غذای خیابانی هندی برتان آماده کردیم که چیکن گلاب بود. امیدوار هستم شما همیره آماده کنید دوستا. تمام شه اضافه کردیم.
و ناگزیر هستیم از شما خداحافظی کنیم. سر میزون دیگه استاد یک ذره بیرو بار است، یار جمع میکنیم و آمادهش میکنیم و فعلا هم خوب گرم است و سرد این غذا رو نوش جان نکنین، سرد بازو قدر طعمش خوب نمی باشه و خوشمزه تر مزه نمیده. در کل که یک ذره سرد شد غذا باز طعم خود از دست میده، خم خود سخت میکنه گوشت مرغ. همیشه کوشش کنید که گرم نوش جان کنین. اگر دوباره یک مقدار پیش سرخ کرده باشین دوباره میتونید در مایکروویو دوباره گرمش کنین. اگر مایکروویو نباشه در روغن باز دوباره گرمش نکنین، زیادتر روغن با جذب میکنه. تا برنامه دیگه، خدا و نگهدار هم شما، شاد و خرم باشید.